برودی به گرمای شبهای سرد زمستانی میهن بر شما هم میهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان خاصه مشتقان آگاهی و دانایی در مام میهن ایران زمین در آدینه ایدیگر دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شمگهی صفحه یک میخوانیم و میکاویم تازه از هر روز ایران در ایران فردا. در برنامه امشب و در قیاب روزنامه امروز جمعه بیستم بهمن ماه ایرانی با گزیده گزارش هایی از نشریات بین و همینطور کوتاه خبرهایی از حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد، هنر و بالاخره تحلیل نگاشت هایی از آخرین فعل و انفعالات در عرصه سیاست های منطقی برنامه رو آغاز می نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت به عناوین اهم مطالب منتخب امشب جمعه باستا به نمایش جاه طلبی علنی مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در منطقه با سفر ابراهیم رئیسی به لبنان و بازدید از مرز لبنان و اسرائیل تلاش آیت الله علی خامنه ای برای بازآفرینی راهپیمایی سازماندهی شده و حکومتی 22 بهمن در مدل برگزاری یک نمایش دیگر همانند نهده 88 برای احیای آبروی اش در جنبش دیماه ایرانی بالا گرفتن درگیری های داخل حکومت جمهوری اسلامی در واقع استمرار جدال جناهی با دور جدید حمله سپاه به دولت روحانی از یک سو و اتهام دروغ به دولت از سوی مشاور عالی رهبر ایران همزمان اظهار موضع انتقادی محمود احمدی نژاد به وضعیت کنونی ایران از مزار خمینی مبنی برین که اگر خمینی بود از وضع حاضر راضی نبود من تردید ندارم که انقلاب به فضل الهی به آرمانهای خودش خواهد رسید باز تردید ندارم که امام از وضعی که امروز حاکمه راضی فشارهایی که به مردم تحمیل میشه و از بعض زندگی مردم راضی نیست. جنجال بر سر اهدای گوشی های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی و احضار سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه در حوزه منطقه‌ای تشدید بحران در زمین بازی سوریه همزمان با بالا گرفتن درگیری ها در این کشور بمباران مرگبار نیروهای اعتلاف علیه نیروهای بشار با بیش از یکصد کشته و بالاخره توافق ترکیه روسیه و ایران برای مذاکره مجدد درباره این کشور و در پایان تلاش ایالات متحده آمریکا برای رایزنی محرمانه با جمهوری اسلامی با هدف تبادل زندانیان دربند سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 20 بهمن ماه ایرانی برابر با 9 فوریه 2018 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. خب درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز بینندگی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستیم در آغاز با گزیده یک یادداشت تحلیلی از نشریه نیوزیک برنامه رو آغاز می کنم نشریه نیوزویک در مقاله به موضوع جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه پرداخت و اشاره می کرد که بازدید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از مرز عراق و سوریه و همینطور بازدید ابراهیم رئیسی کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایران از مرز لبنان و اسرائیل چند پیام در خود نهفته نه دارد نخواستند که به زمین این نشریه مرزها برای ایران معنایی ندارد جمهوری اسلامی مصمم است بر عراق، سوریه و لبنان مسلط شود دوم دولت آن کشورها نیز هیچ کنترلی بر مرزها و مناطق سرزمینی ایشان ندارد نظامیان ایران و رهبران تروریست می توانند هر طور که بخواهند به آنجا آمده شد کنند سوم نیز تصمیم درباره ورود لبنان به مناقشه با اسرائیل در تهران گرفته می شود و نه در بیروت و به زمین این رسانه این وضعیت تحول تاسف آوری برای لبنانی که حامی فناتیک حزب الله نیست اما تحولی است که آمریکا باید در ارزیابی روابطش با لبنان و کمک های نظامیش به آن کشور در نظر داشته باشد در همین چارچوب شبکه فاکس نیوز آمریکا گزارش ویژه منتشر کرد که در آن به نامه دو صفحه‌ای دانیدانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل پرداخته شده بود. دانون در این نامه که به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده روز چهارشنبه درباره عواقب اجازه دادن به حزب الله برای فعالیت بدون نظارت سازمان ملل هشدار داده بود این هشدار بیشتر شبیه مطالعه است که دو روز پیش از آن توسط مرکز پژوهش های ملی اسرائیل در دانشگاه تلاویو منتشر شده و در آن به دیداری مشابه با دیدار ابراهیم رئیسی اشاره گردید در آن دیدار قیس الخزعلی فرمانده شبه نظامیان شعبی عراق به جنوب لبنان رفته و از آن مناطق بازدید داشت در این میان نماینده کشور اسرائیل در سازمان ملل متحد به بازدید ابراهیم رئیسی از منطقه اشاره کرد و گفت که فرماندهی با لباس نظامی حزب الله و در حالی که اسلحه حمل می‌کردند او رو همراهی کرده بودند به گفته دانی دنون حمله اسلحه نقض آشکار قوانین شورای امنیت است زیرا که این دیدار از منطقه صورت گرفته که تحت نظارت سازمان ملل است به هر روی این دیدار نشانه ای آشکار از تلاش های جمهوری اسلامی برای بی سازی منطقه تلقی شده و ایران تنها اسرائیل رو تهدید نمی کند حسب این نوشتار بلکه لبنانی ها رو نیز در صف اول هر گونه درگیری در آینده قرار این درگیری میتواند اقدام نظامی علیه حزب الله و فعالیت های ایران در سوریه از جمله کارخانه های ساخت موشک این کشور باشد. خبرها و نظرها رو دنبال می با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب جمعه باز میگردیم به حوزه رویدادهای ایران و گریزها و ستیزهای عرصه سیاست توسط مسئولین جمهوری اسلامی سه روز مانده به گرد همایی دولتی سالگرد انقلاب مصوم به اسلامی آیت الله علی خامنه ای از برگزار کنندگان این راه خواست که 22 بهمن امسال رو به تجمعی تماشایی و همسنخ نهده سال 88 بدل کنند همانگونه که میدانید گرد همایی نهده 88 با فراخوان و حمایت نهادهای حکومتی علیه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال ترتیب داده شده بود و محافظه کاران آن رو نمایش اقتدار حکومت اسلامی لقب دادند اکنون رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین واکنش خود به اعتراضات سراسری دی ماه 96 در جمع شماری از نظامیان و کارکنان نیروی هوایی خواستار تکرار گرد همایی هوادارانش شده و این مراسم دولتی رو موجب تحکیم پایه های قدرت جمهوری اسلامی دانست. علی خامنه ای در سخنان خود ضمن هشدار نسبت به اقدامات مخالفان حکومت در فضای مجازی و بدون نام بردن از اعتراضات سراسری دیما گفت که دشمنان در صددن که از تحریم استفاده کنند تا مشکلات اقتصادی به وجود آورند ایشان هرچند نابرابری اجتماعی و فاصله طبقاتی در ایران رو تایید و تصدیق می کرد اما تنها علت نارضایتی مردم رو نیز به فساد و تبعیض اقتصادی صرف نسبت میداد و فرو میکست این در حالی است که خب همون گونه که در برنامه های مختلف خبری سیاسی پیشین نیز اشاره می کردیم حسن روحانی به دفعات تاکید کرد که همه ی هدف جنبش اعتراضی دیما اقتصادی صرف نبوده است که خود نشان آشکار تنش و شکاف در میان مردان بالای حکومت است که خامنه ای به گونه دیگر میگوید و روحانی به گونه دیگر میاندیشد با این حال رهبر جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود اشاره می کرد که استحکام و قوام امروز جمهوری اسلامی بیشتر از روزهای اول است. او دشمنان انقلاب رو به خیش این گونه توصیف می کرد که آنها از متفکر نماها، نظریه پردازان قلابی، روزنامه و قلم به مزدها دلغک ها و همه امکانات فضای مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند. خامنی در این سخنرانی نیز همچون گذشته بر کلیدواژه دشمن تأکیدی معکد داشت. ایشان همچون گذشته متفکران و نظریه پردازان و نگاران منتقد یا مخالف نظام رو به متفکر نما، قلاوی و قلم به مزد بودن متهم کرد. این در حالی است که روز گذشته رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران اعلام کرده بود که 75 درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی و بر اساس برآورد وزارت کشور ایران شعارهای مطرح شده در اعتراضات 30 درصد اقتصادی و 70 درصد سیاسی بوده است. همچنین دو روز پیش از سخنرانی خامنه ای آقای روحانی همان که در سطور آغازی اشاره کردم در نشست خبریش درباره علت اعتراضات دی 96 گفته بود که برخلاف آنچه که مخالفان دولت میپندارند مردم فقط به مسائل معیشتی معترض نیستند و مسائل سیاسی اجتماعی و سیاست خارجه هم مورد اعتراض پیکری از مردم ایران بوده است خبرها و نظرها رو پی میگیرم تا حدودی با همین زمینه و مضمون که نشان از نزاع و ستیز بین لایه های مختلف نظام حاکم در ایران دارد دور تازه منازعات نظامیان ارشد جمهوری اسلامی نزدیک به رهبر ایران علیه دولت که عملا و علنا موج جدید حملات لفظی فرماندان سپاه به دولت هست نشان دهنده ی بالا گرفتن هرچه بیشتر درگیری داخلی در سطوح مختلف نظام سیاسی جمهوری اسلامی است در تازه ترین این حملات فرمانده سپاه اعلام کرد که روش فعلی اداره ی کشور یکی از بزرگترین معضلات در ایران بوده و تا زمانی که به زعم وی مدل کشورداری در ایران تغییر نکند کشور توسعه پیدا نخواهد کرد ایشان اشاره نکرد که با تغییر مدل کشورداری آیا هیته قدرت ایشان هم بایستی محدود شود یا خیر علا حال آقای جعفری با نام بردن از معضلاتی از قبیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، فساد اداری و تبعیض گفت که این مشکلات که بیشتر به حوزه مدیریتی کشور باز می گردد قابل حل است اما متاسفانه تا کنون حل نشده و اگر قبول کنیم که با روحیه جهادی می مسائل و مشکلات رو حل کنیم می بر این نیز غلبه کنیم او موفقیت انقلاب اسلامی در بعد خارجی رو بسیار بیشتر از بعد داخلی دانست و گفت که انقلاب اسلامی در بعد خارجی با شتاب و سرعت بسیار بالا در حال پیشرفت است که بار اصلی آن بردوش سردار حاج قاسم سلیمان است همان نظامی ارشدی که شهروندان در جنبش دیما تصویرش رو به زیر کشیده بودند شاید هم منظور آقای جعفری حمایت از حمایت بیچون و چرای سردار قاسم سلیمانی از رژیم خودکامه ی اسد هستش و تجهیز گروه های تروریستی و با آشوب کشیدن منطقه و همینطور شاید منظورش این است که در داخل ایران قاسم سلیمانی ها اداره امور رو به دست بگیرند ببرند بدوزن و بدوزند و بخورند و شاعبه و شایعه مبنی بر اینکه کودت های سپاه در راه است رو به ذهن تقویت میکرد از سوی دیگر باقر قالیباف سردار محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و از نامزدهای اخیر ریاست جمهوری در ایران با بیان اینکه همه مشکلات کشور از دشمن خارجی نیست رنج بردن مردم به دلیل بی ارزگی مدیران رو غیر منصفانه دانست به گزارش بسیار از منابع خبری و رسانه داخلی ایران آقای قالیباف شب گذشته در مراسمی در شهرستان ورامین در جنوب تهران بی ارزگی مدیران رو عامل مشکلات در ایران دانست و گفت که ما در حوزه کارآمدی دچار مشکلیم چرا که به گونه ای عمل کردیم که مردانی که در مقابل رژیم گذشته و دوران جنگ و تحریم دشمن ایستادن امروز نیز با همه مشکلات موجود برای حفاظت از کیان کشور به دفاع از حرم آل الله میپردازند با نالایقی و بیلیاقتی ما دل شکسته و ناامید شوند که در واقع میتوان گفت هرگاه که دولت تلاش می کند دست سپاه رو از بخش های از اقتصاد کوتاه کند این گونه اظهار نظرهای منازعامیز، آمیز تهدیدها ارعابها به طور هماهنگ فشارها و افزایش پیدا می کنند که نمونه های آن را دیدیم و باز هم به آن اشاره خواهم کرد و الان هم دولت گویا قصد کرده بود که فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و در اصل سپاه رو محدود کند که فرماندهان سپاه با این سخنان به دنبال فشار به دولت برای تسلیم شدن و به خواست سپاه تن دادن است که در هر روی در این اردوگاه تلاش میکنن همه این اظهار موازه در حوزه نظامیان در حالی است که در یک اظهار موزی تا حدودی کم نظیر مشاور عالی آیت الله خامنه ای صریحا میگوید آمارهای دولت روحانی درباره رشد اقتصاد دروغ است رحیم صفوی مشاور عالی خامنه ای و فرمانده سابق سپاه همچنین آمارهایی رو که توسط دولت در زمینه ایجاد اشتغال منتشر میشود رو زیر سوال برد و در نقد گزارش های آماری دولت گفت مقامات دولت درباره میزان رشد اقتصادی آمارهای غیر واقعی ارائه می کنند و مردم نیز به گفته ایشان در سر سفره هایشان میفهمند که این آمارها درست نیست حجم های بسیار هماهنگی بود که از سوی نظامیان ارشد علیه دولت صورت گرفت خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با رویدادی که هرچند به زمین ورزش تا حدودی مرتبط است اما ابعاد سیاسی آن بر جنبه های ورزشیش غلبه کرد ماجرای سامسونگ و باز شن شکنی ورزشکاران ایرانی در سایه بی های نظام حاکم که این بار سریحا شهروندان ایرانی رو در کنار کره شمالی می نشند گزارش ها درباره عدم اهدای گوشی های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی جنجال برانگیز شده و احضار سفیر کره جنوبی به وزارت خارجه ایران رو نیز در پی داشت. ابتدا خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که سخنگوی برگزار کننده بازی ها گفت ورزشکاران ایرانی و کره شمالی به دلیل تحریم های سازمان ملل نمی توانند گوشی های هدیه رو دریافت کنند. پس از آن کمیته بین المللی المپیک گفت که کمیته برای همه ورزشکاران همه کشورها که در بازی های المپیک زمستانی شرکت کرده اند گوشی تهیه می کند. گویا بر اساس گزارش همین منابع خبری این گوشی ها حاوی اطلاعات مهمی درباره رقابت ها برای ورزشکاران هستند و به نحوی زنها نوعی بانک اطلاعاتی تعریف شده پیشینی برای برخی از ورزشکاران بود که با ذکر نام می بایستی این گوشی ها رو به مسابه هدیه دریافت می کردن. بعد سخنگوی این نهاد مالی گفت که ورزشکاران ایرانی می توانند گوشی ها رو نگه دارند اما ورزشکاران کره شمالی درخواست کردند که گوشی ها رو ظرف دوران بازی ها استفاده کنند اما آنها را با خود به کشورشان باز نگردانند. اما منابع خبری در ایران روز گذشته شنبه گزارش داده بودند که نمایندگان ایران که برای دریافت هدیه خود به محل اهدای نوت 8 سامسونگ رفته بودند دست خالی به محل اسکان کاروان بازگشتند گزارش ها درباره عدم اهدای گوشی ها باعث شد که ایران سفیر کره جنوبی در تهران رو احضار کرده و درباره آینده ی روابط تجاری با شرکت سامسونگ حتی هشدار بدهد همچنین خبرگزاری رسمی دولت ایران و بسیاری از کاربران در توییتر به انتشار مطلبی پرداخته بودند که آقای ظریف هشدار داده بود که ممکن است دیگر از گوشی سامسونگ استفاده نکنند بنابراین گزارش اگر شرکت سامسونگ عذرخواهی نکند و از این تصمیمی که گرفته عدول نکند ظریف دیگر از گوشی سامسونگ استفاده نخواهد کرد که تا حدودی موجبات مزاح بسیار از کاربران میتواند باشد یا شده است چرا که آقای ظریف فکر میکند که کمپانی چند ملیتی سامسونگ مثلا کارگران نشکر هفت و یا هپکوی عراق هستند که بتوانند هر وقت خواستن گوششان رو بکشند خبرها و نظرها رو با تازه های از آخرین تحولات منطقه ای دنبال می با بالا گرفتن درگیری ها در سوریه و افزایش حملات هوایی نیروهای اسد به مواضع مخالفان در قوطه شرقی حواله دمشق و با گذشت نزدیک به سه هفته پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد در مناطق شمال غرب سوریه آنکارا از توافق رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با همتایان روس و ایرانی خود و گفتگو درباره بحران در سوریه خبر داد. یک مقام نهاد ریاست جمهوری ترکیه گفت اردوغان چهارشنبه شب در دو تماس تلفنی با پوتین و روحانی رو اسای جمهوری روسیه و ایران گفتگو کرد. به گفته این منبع آگاه که هویت او در گزارش رویترز مشخص نشد، سران سه کشور که پیشتر جلسات متعددی برای گفتگو درباره جنگ داخلی در سوریه برگزار کرده بودند، توافق کردند که بار دیگر به زودی ملاقات کنند. در این میان کرملین تنها از توافق مسکو و آنکارا برای تقویت هماهنگی‌ها بین نیروهای نظامی دو کشور در سوریه خبر داده است با این حال،, حال به گزارش رویترز اردوغان و پوتین در چارچوب توافق سه جانبه سال گذشته برای کاهش درگیری ها بین نیروهای دولتی و مخالفان موافقت کرده اند ساخت پست های نظارتی نظامی در استان ادلب رو تسریع کنند مقامات آمریکایی هم میگویند در پی حمله نیروهای وفادار به دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به مقر نیروهای مورد حمایت آمریکا جنگنده های آمریکایی دست به حمله تلافی جویان علیه آنها زدند که گویا بیش از 100 نفر نیز کشته شدند یک مقام آمریکایی روز سهشنبه گفته بود در جریان دفع تهاجم شبه نظامیان طرفداران رژیم سوریه توسط نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا و متحدان محلی آن در شرق سوریه بیش از صد نفر از نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد در میدان عملیات کشته شدند و در خبر دیگر در خصوص تحولات سوریه و دست داشتن جمهوری اسلامی در جنایات انجام شده این کشور از سوی اسد و حامیانش شرکت آلمانی سازنده مواد شیمیایی به کار رفته در مشکهای حامل بمب‌های سمی اعلام کرد که این مواد شیمیایی رو به جمهوری اسلامی ایران فروخته است موضوع کشف یک ماده تولید شده در آلمان در مشکای حامل گاز کلر سوریه در چند روز گذشته واکنش های زیادی رو در رسانه‌های آلمانی، اروپایی و اسرائیلی برانگیخت. در پی انتشار گزارش های متعدد شرکت کرامپل در جنوب آلمان به عنوان سازنده ی ماده ی کشف شده در موشک سوری ناگزیر به اظهار نظری در این مورد شد سخنگوی این شرکت در تماس با رسانه‌های آلمانی از پیدا شدن ماده ساخت آلمان در مشکای حامل گاز کلر سوریه ابراز حیرت کرد و تأکید کرد که این ماده در چندین مورد به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده بود سخنگوی شرکت کرامپل در توضیح این موضوع گفت عکس های قطعات مشک های منهدم شده نشان می دهند که در ساخت آنها از ماده پرس اسپان استفاده شد این ماده به طور معمول در آیق بندی موتورها مورد استفاده قرار می گیرد پرس اسفان در موارد متعددی به بازرگانان و شرکت های جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. سخنگوی کرمپل افزود از بررسی عکس های منتشر شده میتوان دریافت که پرس اسفان به صورت ورقه برش خورده و در مشک مورد استفاده قرار گرفته است. وی گفت اما ما نمیدانیم که این ماده چگونه از طریق ایران در اختیار سوریه قرار گرفته است. خبرها و نظرها رو با رویدادی دیگر از عرصه سیاست پنهان خارجی پی میگیریم مقام ها و منابع آمریکایی به روزنامه وال جورنال گفتند که کاخ در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد برقراری یک کانال ارتباطی مستقیم برای مذاکره درباره زندانیان دو طرف رو ارائه کرد. وال استریت جورنال در گزارش روز خود از این اقدام به عنوان نخستین تلاش دیپلماتیک دولت ترامپ برای حل مسئله زندانیان آمریکایی در ایران یاد کرد. مقام ها و منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند با وجود اینکه واشنگتن تاکنون سه بار پیشنهاد خود را تکرار کرده، ایران هنوز پیشنهاد برقراری کانالی برای مذاکره در خصوص زندانیان را نپذیرفته است. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید باغر نمازی، سیامک نمازی و همینطور او وانگ سه شهروند آمریکایی هستند که در ایران در زندان به سر میبرند کارن وفاداری و همسرش آفرین نیاسری و همینطور نزار زکا شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا رو داشت در ایران زندانی هستند رابرت لوینسون رو که خب قطعا به یاد دارید مأمور پیشینه پلیس فدرال آمریکا که از ده سال پیش ناپدید شده است گفته می شود که آخرین بار او در جزیره کیش در قلم رو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران دیده شده بود اما دولت ایران می گوید اطلاعی از سرنوشت و محل آقای لوینسون ندارد شماری از تحلیلگران و ناظران مسائل ایران معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای چان زنی با شماری از کشورهای غربی بهره میگیره تهران چون این چیزی رو رد میکند و میگوید دستگاه آن قضایی آن کشور به طور مستقل در مورد اتهام ها و محکومیت ها تصمیم میگیرد و در وقت باقی مانده با خبری از عرصه انرژی و اقتصاد ایران در پهنه تعاملات بینومیلالی برنامه رو به پایان میبریم پاتریک پویان مدیر عمل شرکت نفت و گاز توتال در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند اعلام کرد این شرکت همکاری خود رو علیرغم نگرانی و بلا در مورد تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران ادامه خواهد داد. شرکت توتال در ماه جولای 2017 قراردادی رو برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با ایران امضا کرد. این در واقع اولین قرارداد ایران با یک شرکت بزرگ و مهم خارجی پس از برداشته شدن تحریم های هسته ای بود. لازم به توضیح که اشاره نمایم در نوامبر 2017 زنگنه وزیر نفت ایران هشدار داد که اگر توتال بخواهد قرارداد رو ترک کند هیچ سودی به این شرکت بر نخواهد گشت و با این مطلب وقت برنامه شبمان به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دگربار با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود